بینندگان عزیز، درود بر شما. من حسن فرامرز با برنامه شبنشینی در ایو در خدمت شما هستم. امیدوارم از این شبنشینی ها لذت ببرید. اجازه بدید یک بار دیگه سال نو رو خدمت یکایک عزیزان تبریک عرض کنم. امیدوارم که سال خوشدلی، فرزانگی و جنبش و حرکت برای یکایک شما باشه و سرشار از پیروزی ها. عرض کنم خدمت شما، برنامه امشب ما یکم طولانی هست، احتمالاً نمیرسیم که همه مطالبی رو که در نظرم هست در یک جلسه خدمت شما مطرح بکنم. بنابراین فکر کنم یک قسمتی از مطالب رو امشب و بخش بعدی رو هفته آینده یا طی چند هفته آینده ادامه خواهیم داد. حدوداً دو هفته پیش وبسایت فارسی بی بی سی یک گزارشی زده بود راجع به کلیسای کاتولیک. این گزارش روز شنبه 14 مارس 2009 روی وبسایت بی بی سی بود. خلاصه گزارش رو من براتون میخونم قبل از اینکه ما کارمون رو شروع بکنیم. در سال 2008 تنها در آمریکا کلیسای کاتولیک مبلغ 436 میلیون دلار در ارتباط با شکایات از کشیش‌ها پرداخت کرده که بیشتر آن صرف پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز جنسی شده است. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که سن یک نفر از هر 5 قربانی تجاوز جنسی کمتر از 10 سال بوده است. خبرگزاری Associated Press میگوید در سال 2007 کلیسای لس آنجلس به 500 نفر از قربانیان تجاوز جنسی توسط کشیش ها 500 میلیون دلار غرامت پرداخت کرده. خیلی خوب، دو تا مورد اینجا در این گزارش آمده. در سال 2008 436 میلیون دلار این کلیساهای آمریکا پرداخت کردند که بیشترش بابت تجاوزهای جنسی بوده که عمدتاً کودکان هستند. و در سال 2007 هم 500 میلیون دلار کلیسا غرامت داده به خانواده های قربانیان تجاوز جنسی. والا این همه پول توی کلیسا از کجا میاد؟ من نمیدونم. شما اگه به این مردم بگی که آقا یه پولی بذارین، یه کتابخونه دایر کنیم، یه کلوب ورزشی بزنیم، یه سالن کشتی، پینگ پونگ یا یه چیزی دایر کنیم، من فکر نمیکنم مردم اینجوری دست و دل باز عمل بکنن. ولی میان به پدرهای کلیسا این مقدار پول رو، پولی که مالیات در رفته و همه بدبختی ها در رفته، این پول رو میبرن زبون بسته رو تحویل یک سری از ما بهتران میدن. رو این حساب، اینو که من دیدم، این گزارش رو دیدم، گفتم خب یه صحبتی راجع به کلیسا بکنیم، یعنی از بریم گذشته دور دورتر از اسلام، بریم در زمان تورات و از تورات برگردیم بیایم تا کلیسا در اروپای قرون وسطا و بعد از قرون وسطا و در حال حاضر. به هر حال این اروپایی ها هم از طرف مثبتش و هم از طرف منفیش به هر حال روی جامعه جهانی اثرهای بزرگی رو گذاشتن و نقششون قابل انکار نیست. و ما هم که این شبنشینی در ایو هست، گفتیم که به هر حال یک قسمتی رو اختصاص بدیم به آنچه در اروپا گذشت تحت لوای دین
و چه کارهایی مردم کردند و اساساً ببینیم فرق تعبد و تفکر در چیه. شما چه حالتی بهتون دست میده وقتی تعبد رو قبول کردی و چه نشاطی پیدا میکنی وقتی با تفکر عمل میکنی. و روی این حساب امشب قرآن عزیز رو نمیخونیم، میریم سراغ تورات و انجیل در واقع. اما قبل از اینکه بریم سراغ تورات و انجیل، اجازه بدید یک بخش خیلی کوچکی رو از یک کتابی که بنده تازگی پیدا کردم، البته دائرة المعارف جغرافیای جهان هست این کتاب و متاسفانه به انگلیسیه و سواد بنده هم قد نمیده انگلیسی بخونم و انگلیسی حرف بزنم، ولی تا این حدی که سواد بنده اجازه میده اجازه بدید که یک نگاه گذرایی به یکی از کشورهای اروپایی بندازیم، بعد بریم ما قبل میلاد. و این کشور، کشور یونان هست، چون نقش مهمی رو یونان در تمدن بشریت بازی کرده در واقع، از گذشته های دور تا بعدها. ببینیم که چه بر سر یونان آمده و یونان چطور شده و خیلی خلاصه، خیلی خلاصه. این کشور ارزم بزرگ شما تا قبل از قرن پنجم میلاد حاکمان ایالت های مختلفی داشتن و اینا یک کشور در واقع پر رونقی رو داشتند در این قسمت از دنیا. و عرض کنم خدمت شما و آتن در اون زمان حتی تا سواحل دریای مدیترانه ارزم حضور شما که تجارت های روابط تجاری داشت با کشورهای حوزه دریای مدیترانه. و در آن زمان تا قبل از قرن پنجم پیش از میلاد ادبیات و آرشیتکت و سیاست، هنر و فلسفه به شکل وسیعی در اونجا رایج بوده بر اساس این کتاب. و چه جامعه بازی بوده و چه جامعه در واقع زندهی بوده. و ما میبینیم که عمده فلاسفه بزرگ جهان از این منطقه هستند که امروزه حتی تو دانشگاه ها تدریس میشه. و تمدن غنی این کشور تا قرن پنجم پیش از میلاد ادامه پیدا کرد و از اون زمان به بعد عرض کنم خدمت شما به خاطر جنگ و نزاهایی که بین حاکمان محلی پیش آمد، این حکومت در واقع کشور ضعیف شد و تا حدود قرن سوم، سوم پیش از میلاد، فیلیپ دوم امپراتور مقدونیه که پدر الکساندر د گریت هست یا اسکندر مقدونی، این آقا میاد و یونان رو تصاحب میکنه و پس از مرگش اسکندر مقدونی متولد 356 و فوتش هست 323 قبل از میلاد، خیلی جوان هم هست. و این آقای اسکندر مقدونی میاد ادبیات یونان رو تا شمال هند و قسمت‌های آسیا گسترش میده. و اما پس از مرگش این امپراتوری دوباره تجزیه میشه، تقسیم میشه به قسمت‌های مختلف و این کشمکش ها
این یونان رو در واقع ضعیف میکنه تا قرن سوم، همون پس از اسکندر،